این اوهم پوراهوی زیری لیفتی یک بلند اوشیونه است که هفته پیش اینان همین جو زنی افتاده جان داد. موجوده حسینوه سکین 49 ساله شهر دوشنبه که استقامت کننده این بنا بود، به خبر از آن که لیفت ویران شده در اوشیونه های بالو درمانده است با کودک وریدی آن شد. دیسه روز 14 سپتامبر ماه جاری ساعت تخمینا 9 به 10 در نزدی آن همین لیفتی اودمکش در بنای مسکو رخ داده است. شاهدان عینی و همسایه های این زن میگویند که وقتی زن از بیرون میآید این در این لیفت استوها کار میکردند و او به خبر از آن که لیفت با بالا برده شده است و برق خاموش شده در بالا مونده است درک شده میشود و وقتی او به شکل قفا وریدی لیفت میشود میافتد. این بنای 16 آشیانه معروف با موورو اون نهر در ناحیه سینو 15 سال پیش بنیاد شد. اما ساکنانش میگویند بنا به طلبات زندگی جوابگو نیست. 16 اتاش یک حاضر نه. اینم چند سال شدم خیلی وقتش بود که دو سال پیش بود که بخشی لیفت اما موهاش پا نبود. زیمیستانش کرد نبود. حدیثه مرگ این زن ساکنان بنا رو نگران کرده است و اونها میگویند بارها به مقامات شکایت کرده و تلاش هایشان به نتیجه بوده است. نویه سینو در کدگیم میری شهردم روی کدگیم من همه چی خود موندم روی کدگیم یگون کس بداد ما نرسید. پسر این زن هم 13 سال پیش از لیفت سرازه شده با گفته این مادر داخلی آن فافتید. لیفت ها کندگیم خیلی بچه می بیاید که لیفت ها می جوخد لیفت می کشد بولو ای بولو می افتاد در پادوان همی خیلی مایده مایده شد هیچکی با دادی ما نمی رسد دختر جون. مسئولین می گویند در واقع بنا مشکلی های زیاد دارد اما به کمک مقامات نمی شود آنها را برطرف کرد. نورشان بر لیفت ناو نمی رسد ایر اگر حکومت نکنه یوردم نکنه این ساکینان نمید این لیفت ها تماما در کار برامدگی هم لیفتی نه موندن در کار جایی زور این ساکینان نمیرزد. ففتی این ساکینی پای تخت از لیفت های کرنوشویم و کهنه شده در حال است که با گفته این ساکینان تنها در همین بینو از مدتی با استفاده دادن آن علاقه 3 نفر جان خود را از دست دادند.